درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز، هر جایی که هستید خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستم. سپاس دارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت رو در اختیار من گذاشتن که همراه با مهمانانی که دعوت میکنم بتونیم مسائل و مراتب و موضوعهای مربوط به ایران رو در خدمتتون با تحلیل ارائه بدیم. از جناب مهندس فرزاد در اتاق فرمان هم سپاسگزارم که منو همکاری میکنه، همراهی میکنن، کمک میکنن برای بهبود این برنامه. مطالب زیادی رو امروز داریم که در خدمتتون بیان بکنیم و سعی میکنیم که صحبت ها رو کوتاه بکنیم که بتونیم به همه مطالبی که جمع آوری کردم به خدمتتون ارائه بدم. برای اینکه وقتی تلف نکنم میریم به سالن و به مهمان عزیزمون سلام و خوش آمد میگیم. درود بر شما جناب فریبرز کرمی زند، خوش آمدین. شما بارها اینجا تشریف آوردین و دعوت منو قبول کردین، به شما خوش آمد میگم و درود و سلام میگم. درود بر شما جناب افشینجان و درود بر بینندگان شبکه ایرانیان کانادا. سپاسگزارم از شما بابت دعوتتون و خوشحالم که در حضور مهمان در حضور بینندگانتون هستم و تشکر میکنم از اونا که وقتشون رو در اختیار ما قرار میدن. خیلی سپاسگزارم. برای بینندگان عزیز، برای کسانی که ممکنه جناب فریبرز کرمی زند رو ندیده باشن، که فکر نمی کنم ندیده باشن، برای اینکه جناب کرمی زند در خیلی از رسانه های پربیننده ایرانی فارسی زبان الان مدت هاست صحبت میکنن، نظراتشون، تجربیاتشون رو در مورد مسائل نظامی و چون ایشون افسر پیشین پلیس بودن در اختیار هموطنان میذارن. در این مورد ما صحبت‌های زیادی رو با ایشون کردیم و میتونم برای اینکه شما بیننده رو آگاه بکنم و احیانا استفاده بکنین از صحبت‌ها و تجربیات ایشون، پیشنهاد میکنم به گوگل مراجعه بکنه و اسم ایشون رو سرچ بکنین، جستجو بکنین، میتونین از تجربیات ایشون استفاده بکنین. به نظر من بسیار آموزنده هست. بنابراین با کوتاه کردن این موضوع، البته جناب فریبرز کرمی موضوع خشونت پرهیزی رو همیشه رعایت میکنن و من ازشون استقبال میکنم از فرمایشات ایشون و بنابراین در این مورد هم در این برنامه امروز هم ازشون خواهش میکنم، قبلا هم همین صحبت رو کردم، اگر پرسشی انجام میشه و نمیخوان یا نمیتونن یا ترجیح میدن که پاسخ ندن، من احترام میذارم و ازشون خواهش میکنم که حتما و حتما رعایت بکنن. با این توضیح کوچکی که دارم میخواستم که آقای فریبرز کرمی زند در حقیقت راحت باشن در مورد پاسخ دادن ها. جناب فریبرز کرمی، با این توضیحات میخواستم که شما وضعیت میدانی که الان در نظامیان در داخل کشور دارن یک شمه، یک خلاصه بگین که بعد بتونیم یک سخنهای دیگه ای رو داشته باشیم. بفرمایید، خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما جناب افشینجان که این اختیار رو به بنده دادید و در پاسخگویی من رو راحت گذاشتید. ممنونم از شما. عرضم بود شما در خصوص مسائل میدانی، خب ما الان در یک پروسه انقلاب هستیم. انقلاب ها فراز و فرود هایی دارن، در برخی روزها در برخی ساعات این مسائل میدانی در اوج خودش قرار داره، در برخی دیگه طبیعیه که فروکش کنه، مسائل به سمت اعتصابات پیش بره، به سمت نافرمانی های مدنی دیگه پیش بره و ما الان لازم میدانی کاملا در پروسه انقلاب هستیم و جمهوری اسلامی هم کاملا این رو درک کرده. یعنی اگر شما از اسناد و نامه هایی که در داخل خود یگان ها منتشر میشه، چه یگان های نظامی چه انتظامی،
چه ارگان‌های دولتی و حکومتی مطلع باشید می‌بینید که اونها کاملا این شرایط رو درک می‌کنند و متوجه هستند که مردم از انقلاب پاپس نکشیدن و شرایط کاملا پابرجاست. از کندی اینترنت میشه این رو کاملا متوجه شد، از اینکه دارن تلاش میکنن کابل‌های فیبر نوری مربوط به اینترنت رو گسترش بدن میشه این رو قشنگ دقیقاً متوجه شد که جمهوری اسلامی مطمئنه که مردم میدان رو رها نکردن. بله جناب کرمی زن، یک گزارشی بود که حدود 203 نفر از نظامیان دستگیر شدند و حدود 77 نفر از اونها حکم زندان گرفتند. این خبر رو ما از سازمان قضایی بسیج گرفتیم. نمیدونم شما اینو شنیدین و یا نه چیزی دیگه میخوان بهش اضافه بکنی یا نظری داشته باشین. خب جناب جم، ما در برنامه قبلی حتی سال گذاشتم که در خدمت شما بودیم به بینندگان عرض کردیم در هر قیامی، در هر جنبش مردمی که شکل میگیره، فرزندان اونها در نیروهای مسلح هم در کنار مردم هستن. اگر اخباری در این خصوص منتشر نمیشه به این دلیله که درز اخبار از نیروهای مسلح به مراتب سختتر از سایر ارگانها و نهادهای دیگه هست، ولی این به این معنی نیست که نیروهای مسلح پشت مردم رو خالی کردن. درسته موضوع در بین نیروهای مسلح وجود داره، اما در بین همین نیروها هم نیروهای میهن‌پرست و مردمی هستن. حالا من از دقیقاً از تعداد اونها با خبر نیستم، شما میفرمایید 203 نفر، من دقیقاً تعدادش رو نمیدونم، اما مطمئن هستم که نیروهایی که با مردم همکاری کردن کم نیستن. حالا در این قیام هم تعدادی از اونها ممکنه که هزینه هایی رو بپردازن که کاملا طبیعی هم هست، همپای هموطنان در داخل خیابون این عزیزان هم یک هزینه هایی بپردازن. ما چند موردش رو حتی در رسانه ها دیدیم که تعدادی از نیروهای نظامی به مردم پیوستند و بیانیه صادر کردن. بله خیلی ممنون جناب کرمی زند. این گزارش بود که آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه چند روز گذشته در لبنان بودن و یک گزارشی هست که یک کشتی نفتی با حجم 159 میلیون لیتر بنزین به اونجا فرستاده شده و گفته شده که آقای امیر عبداللهیان گفته که هر موقع نیازی داریم ما در خدمتتون هستیم. و امروز من شنیدم که آقای عبداللهیان به عنوان یک وزیر خارجه با حدود 11 چمدون دلار به لبنان رفته و اینو به نصرالله و نماینده هاشون داده که بتونن به بین دیگر نیابتی ها در منطقه مثل سوریه و عراق یا جاهای دیگه پخش بکنن. در وضعیتی که ما در این 40 سال یا در این حدود که ما ملاحظه میکنیم میبینیم که این ادامه داشته، از بعد از زمانی که یاسر عرفات بود و خمینی بهش کمک میکرد به فلسطینی ها و غیره، این ادامه داره و این باعث میشه که نفرت کشورهای عربی منطقه بر علیه ما ایرانی ها زیاد بشه. و نتیجه اینو من یک چیز کوچیک خدمتتون بدم که شما چون میدونم اخبار رو خیلی دقیق دنبال میکنین، اخیرا عراق که این همه جمهوری اسلامی بهش کمک میکنه، زائر میفرسته، در حقیقت قسمتی از اقتصاد عراق توسط جمهوری اسلامی اداره میشه، خلیج فارس رو با یک واژه جعلی دیگه ای استفاده کردن و حاضر نیستن که تغییرش بدن. میخوام بگم که این اینا رو مجموعه این صحبت هایی که دارم خدمتتون میگم برای اینی که واقعا ما داریم کجا داریم میریم. شما به عنوان یک افسر پیشین پلیس و فردی آگاه و در تماس با داخل کشور، شما این مطالب رو چجوری ارزیابی میکنی و دوستان شما در داخل هستن چی به شما راجع به این موضوع میگن؟ بله در خصوص عراق خدمتتون عرض کنم، جمهوری اسلامی به عراق خیلی کمک کرده از لحاظ حتی مالی.
1000 میلیارد تومان عراق به خاطر جنگ 8 ساله‌ای که با ما شروع کرد بدهکاره، یعنی از لحاظ سازمان ملل بایستی اون پول رو بپردازه، همینطور که به کویت بدهکار بود، اما کویت اون رو از طریق سازمان ملل و با فشارهایی که آورد تونست از عراق از پول فروش نفت عراق اون رو به طور سالانه قسط‌بندی کنه و فکر کنم قسط آخرش هم همین چند ماه پیش تمام شد. اما جمهوری اسلامی هیچگاه این پول رو از عراق نگرفت، یعنی الان عراق 1000 میلیارد تومان بایستی به ما خسارت بپردازه، ولی جمهوری اسلامی این حق مردم رو به عراق بخشید. ولی این که ما داریم میبینیم که اینقدر گستاخ شدن که میان خلیج فارس رو خلیج عربی نامگذاری میکنن، اونم در کشوری که جمهوری اسلامی به اونها خیلی کمک کرده، نشون از این میده که جمهوری اسلامی دیگه نفوذ خودش رو در منطقه از دست داده. برخلاف اون چیزی که نشون میده، اونی که چیزی که میخواد به بینندگان نشون بده که من همچنان در منطقه حرف اول رو میزنم، نفوذ دارم، اما جمهوری اسلامی کاملا از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک در کشورهای منطقه یک رژیم تقریبا میشه گفت که از لحاظ اونها رژیم شکست خورده است. یعنی اونها میدونن که دیر یا زود جمهوری اسلامی سرنگون میشه، مردم ایران این رژیم رو سرنگون میکنن، بنابراین زیاد به صحبتاش اهمیتی نمیدن. اینکه پا میشه میره لبنان 11 چمدون پر از دلار میبره برای اینه که به مزدوراش پول بده و بهشون بگه که من هنوز در کنار شما هستم. شما میدونید که مزدور تا وقتی پول میگیره در کنار اون گروه یا اون دولتی قرار میگیره که بهشون پول میده، به معنی که پول قطع بشه مزدورها قطع ارتباط میکنن و دنبال یک منبع مالی دیگه میکردن. جمهوری اسلامی مجبور این پولها رو به حزب الله بده و حزب الله هم به عنوان یک گروهی که جایگزین سپاه شده در منطقه تقریبا، یعنی جمهوری اسلامی کاراش رو از طریق حزب الله انجام میده در منطقه، مجبور به اونها پول بده مبادا این حزب الله به اونها پشت کنن. خودتون هم میدونید که در اخبار سیگنالی هم بود که حسن نصرالله تقریبا گفت ما به توافق بین مثلا اسرائیل با لبنان احترام میگذاریم و مشکلی نداریم. یعنی سیگنال رو داره میفرسته که جمهوری اسلامی بازم به ضعیف‌تری شده. در خصوص اینکه در داخل چه فکری میکنن، خب مشخصه، شما وقتی میبینید که سرمایه های یک ملت و سرمایه های یک کشور رو میبرن در جاهای دیگه و هزینه مزدوراشون میکنن، صد روز به روز میزان نفرت مردم از این حکومت بیشتر خواهد شد. من این رو خدمتتون عرض کنم که تنها عراق نیست، حتی طالبان در افغانستان هم که چند باری به خاک ما تجاوز کرده، دیگه میشه گفت یک مثالی از اینه که اونا متوجه شدن که جمهوری اسلامی داره روز به روز ضعیف‌تر میشه و ما اگر جمهوری اسلامی رو سرنگون نکنیم تمامیت ارضی کشور ما به خطر میفته. برخلاف اینکه همیشه داده از تجزیه شدن ایران مردم رو میترسونه، با وجود جمهوری اسلامی که تمامیت ارضی ما به خطر میفته، چون این رژیم روز به روز داره ضعیف‌تر میشه. بله، در همین رابطه چند تا کلیپ هست که خدمتتون نشون میدم، ولی میدونین که وضعیت گاز، نبود گاز و فشار گاز در کشورمون در بخصوص در شمال کشور بسیار اسفناکه و در این رابطه ترکمنستان که میتونه به ما گاز بفروشه و قبلا هم این کارو کرده، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی پرداختیای قبلیشو نداده، بدهکاره، حاضر نیست گاز به کشور ما بده. از این طرف ما نگاه میکنیم میبینیم که آقای عبداللهیان یا جمهوری اسلامی برای حزب الله چمدون و چمدون پول دلار میبره. واقعا حالا در یک فرصت دیگه احتمالا در پایان این صحبت راجع به یک نقدی که من دارم که شخصا میخوام راجع به صحبت بکنم صحبت خواهم کرد که یک نمونهش هست. از طرف دیگه اگر ما به چند تا از تیتر روزنامه های امروز نگاه بکنیم این موضوع رو کمی بیشتر گسترش میده. در اگر نگاه کنید اون مالیات اول نفت دوم شد، یعنی در حقیقت فشاری که الان میخوان بذارن روی دو مرتبه میخوان روی مردم بذارن و نفت که الان برای این میفرستن، برای حزب الله میفرستن یا جاهای دیگه و یا پولو میفرستن، در حقیقت یک درآمد دومی شده. در درآمد اول کشور برای تأمین بودجه سال آینده برای اضافه کردن مالیات هست و شما تصور کنین که الان
تورم حدود 50% و حدود 20% به اضافه حقوق دادن به کارمندان، 30% باز هم عقب هستند. حالا تصور کنین که مالیات بیشتری هم بذارن و چقدر مشکلات زیاد خواهند داشت. یعنی شما شب میخوابین، صبح بلند میشین، اون پولی که داشتین ارزشش 20%، 30%، 40% اومده پایین و بعد واقعا نمیدونیم که داریم به کجا داریم میریم. حالا اگر ممکنه اون چند تا صفحه دیگر هم نشون بدین، اگر موضوعی هست که راجبش بتونیم صحبت بکنیم. در صفحه دیگر هم اگر در همین اقتصاد سرآمد رو اگر نگاه بکنیم، لغو آمار مهاجرت، بله آمار مهاجرت در ایران تکان دهنده شده. حدود گفته میشه که حدود 3.5 میلیون در سال گذشته، من فکر میکنم اینو یکی از سران سپاه گفته، در سال گذشته، بله گزارش سپاه بوده که 3.5 میلیون مهاجر در سال گذشته رفتن. شما تصور بکنین که این 3.5 میلیون چه ارزش از نظر ارزش انسانی، چقدر ارزشمند هستن که اینو رفتن. یعنی ما علاوه بر پولی که داره از کشور خارج میشه، میبینیم که چه هزینه های دیگه ای رو ما داریم. در حالا اگر بریم به مطالب دیگه برسیم، یک ویدیو هست که یک آخوندی راجع به فحاشی به خامنه ای صحبت میکنه. من میخوام اینو نشون بدیم و بعد راجع بهش کمی صحبت بکنیم. گفتن آقا ما تحقیق کردیم 99.5% فحش ها، ناسزا ها، دریبری ها، جسارت ها، حرمت شکنی ها شخص مقام معظم رهبریه. بله خب این آقای آخوند بالای منبر اعلام میکنه که 99.5% فحاشی ها برای علیه رهبره. خب برای اینکه کسی دیگر اونا لایق نمیدونن که بهشون، یعنی اصلا اهمیت بهشون نمیدن که بخوان فحاشی بکنن. با این حساب ما میبینیم که جمهوری اسلامی انقدر پر رو هست، اصلا و ابدا به رو خودش نمیاره. در این نشست هایی که خامنه ای تقریبا میشه گفت هر دو سه بار در هفته نشستی داره به مردم، هیچ وقت راجع به این مسائل یا اینکه فقر مردم یا این پولی که داره از اونجا میره یا مسئله گاز، مسئله بیکاری، مسئله فقر اصلا صحبتی نمیکنه. نظر شما چیه جناب کرمی زند؟ خب این از ویژگی های یک دیکتاتوره. خب خامنه ای هم که ما میدونیم تمام رفتارهاش رفتارهای یک دیکتاتوریه. اون همیشه میاد از پیشرفت در کشور صحبت میکنه، میاد میگه کسایی که میخوان انقلاب کنن یا دارن اعتراض انجام میدن، جلوی پیشرفت کشور رو میخوان بگیرن. کشور ما در مسیر پیشرفت طبق گفتهایی که خود خامنه ای همیشه داره میگه در جمع بسیجیانش و در جمع سایر آخوندها و مزدوران حکومتیشون، همیشه دارن از یک توهماتی صحبت میکنن که ما اصلا اون رو یک لحظه هم به چشم ندیدیم. یعنی اگر یک شخصی که خارجی باشه بیاد در پای صحبت خامنه ای بنشینه به عنوان کسی که مثلا رهبر یک حکومتی به اسم جمهوری اسلامی، صحبت اون رو بشنوه، توقع داره که وقتی در داخل خیابون میره یا مثلا با مسائل اقتصادی روبرو میشه، یک کشور پیشرفته و مترقی رو ببینه. اما واقعیت ها رو که میبینه متوجه میشه که خامنه ای اصلا دچار یک توهم دست میگیره، کاملا جمهوری اسلامی در جریان. حالا ما داریم میبینیم در داخل توییتر یک تعدادی به خصوص از این اصلاح طلب ها اومدن دارن میگن این اتفاق چرا افتاد و این اتفاق مثلا خودسر بوده و توسط حکومت انجام نشد، یک تعدادی خودسر بودن. ولی ما میدونیم که وقتی پلیس در جمهوری اسلامی کاملا تحت اختیار سپاه پاسدارانه و در پاره از موارد چشماش رو به روی جرم هایی که اونا انجام میده میبنده در مقابل سفارتخونه ها، یعنی یک کار هماهنگ شده است. حالا اینکه در کشورهای اروپایی از سفارتخونه های جمهوری اسلامی دارن حفاظت میکنن، خب اونها دارن به کارهای قانونی که بهشون محول شده فارغ از سیاست میپردازن. یعنی اونها اگر سفارتخونه جمهوری اسلامی باشه یا هر کشور دیگه، طبق اون پروتکل ها و اون قانون هایی که دارن موظف هستن ازش حمایت کنن، از اون ساختمون مراقبت کنن. ما بخوایم اگر برگردیم به گذشته، روزهای ابتدایی شکل‌گیری این حکومت با حمله به سفارتخونه ایالات متحده، خود دیگه ما دیدیم از در و دیوار اینها بالا کشیدن و
و چه فاجعه واقعا سیاسی رو رقم زدن، چه میشه گفت که کار کاملا غیر اخلاقی از لحاظ سیاسی رو نام انجام دادن. من این مسبوق به سابقه است در جمهوری اسلامی که از این کارها انجام بده و هیچ موقع اصلا به نظر من کشورهای اروپایی باید سفرهای خودشون رو کاملا فرا بخونن، چون هیچ گونه امنیتی ندارن. یعنی اگر جمهوری اسلامی در تنگنا قرار بگیره، چه بسا اینکه به همین سفارتخونه ها حمله بشه، یعنی توسط حتی اون نیروهایی که اینا مدعی هستن خود سر هستن، اصلا به اون سفارتخونه ها و پرسنلی که داخلش هستن آسیب برسونن. این کاملا چهره جمهوری اسلامیه که دنیا داره میبینه، یک حکومت کاملا دیکتاتوری، یک حکومت خونریز، یک حکومتی که به هیچ قاعده و قانون دیپلماتیک و بین المللی پایبند نیست. بله، من فکر میکنم که جناب کرمی زند که وقتی که نماینده های وزارت خارجه یعنی وزیر خارجه ها با عمل با موضوع عمل بیان که چه کارهایی باید انجام بشه، من فکر میکنم که من با شما موافقم که فراخواندن سفیرها خیلی مهمه. حتی من فکر میکنم که نفر دوم نه نفر سوم سفیر سفارتخونه ها رو هم با خودشون ببرن، چون زمانی ممکنه پیش بیاد که جمهوری اسلامی وقتی که در تنگنای واقعی قرار بگیره، مثل زمانی که حمله کردن به سفارت انگلیس یا سفارت عربستان یا گروگانگیری آمریکایی ها، ممکنه که باز هم همین کار رو انجام بده در مورد کشورهای اروپایی. یعنی ممکنه که سفیرها رو و کارمندای سفارت رو به صورت هاستج گروگان بخواد بگیره. به نظر من کار درسته. البته بعضی ها معتقد هستن، البته نمیدونم که تعدادشون چقدر هست، که معتقدن که اگر سفیر رو بکشن بیرون نمیتونن دیگه نگوشیشن داشته باشن. من میگم اصلا شما میخوان با جمهوری اسلامی چه نگوشیشن، چه میخوان که صحبتایی رو بکنین؟ الان با موضوع مجازی و با از طریق رسانه های مجازی شما میتونین با خود نخست وزیرها، رئیس جمهورها در تماس باشین. لزومی نداره که سفارتخونه ها اونجا باشن. و من فکر میکنم که احتمال اینی که سفیرها رو بکشن بیرون زیاد هست، ولی ممکنه که اسکلت اون کسانی که کارهای ادمنستریشن میکنن، کارهای کاغذی میکنن، اونجا نگه دارن. و حالا باید دید که این موضوع به کجا خواهد رسید، ولی من فکر میکنم که اوضاع بسیار بسیار تنگ خواهد بود برای جمهوری اسلامی. و یواش یواش من دارم در پیش بینی کردم در 2023 که الان ما حدود 20 چند روز ازش گذشته، در امسال 2023 ما سرنگونی جمهوری اسلامی رو خواهیم دید. حالا من وارد مسائل خارجی یا کشورهای منطقه نمیشم، چون که ممکنه که فرصتی نداشته باشیم، ولی میخواستم ببینم که این پیش بینی که من میکنم شما تا چه اندازه باهاش موافق یا مخالف هستین که بتونم که بریم به موضوع دیگه برسیم. بله، خب همونطور که شما در صحبتاتون اشاره کردین، جمهوری اسلامی واقعا در دوران ضعیف خودش به سر میبره. یعنی از لحاظ داخلی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاست بین المللی کاملا این رژیم در یک حالت تنگنا قرار گرفته و میشه گفت که خودش بوی سقوط رو حس کرده. حالا ما نمیخوایم برایش یک تاریخ مشخصی تعیین کنیم، ولی واقعا سرنگونی جمهوری اسلامی دور از ذهن نیست، چه بسا این که در ماهای آتی، حتی زودتر از این همین ماهای آتی هم شکل بگیره. فقط کافیه که هموطنان ما با همدیگه متحد بشن و در یک روز مشخص در خیابونها با حضور میلیونیشون جمهوری اسلامی رو به قعر تاریخ بفرستن. جمهوری اسلامی کاملا از درون پوسیده و هیچ قدرتی نداره، واقعا هیچ قدرتی نداره. جناب کرمی زند، ما چند تا تصویر داشتیم از هموطنان ما که توسط این گلوله های ساچمه ای کور شدن. حالا اگر ممکنه از نافرزاد خواهش بکنم، این تعدادی هستن، تعداد کمی هستن که ما دسترسی به عکسشون داشتیم، و ولی آماری که پزشکانی که در خارج کشور هستن، من با یک گروهشون
که در کانادا هست در تماس هستن و اونا با گروه های مختلف پزشکی در ایران در تماس هستن، رقم های عجیب غریبی میدن، حدود هزار و نزدیک 1500 تا چیز شدن به اصطلاح گلوله هاش به صورتشون و حالت تناسلیشون زده شده. یعنی در حقیقت کاری که میخوان بکنن ایجاد ترس بکنن. ترس کسی که واقعا چشمشو از دست بده ایجاد ترس میکنه در بین خانواده، در محیط اجتماعی، و اونا این مطالب رو خودشون میدونن که من و شما و دیگران این مطالب رو پخش میکنیم، بنابراین ممکنه که باعث بشه که مردم در خونه ها بمونن. البته بازدارنده هست، ولی جنایتی که دارن انجام میدن اصلا باور برای خارجی ها باور کردنی نیست، برای من باور کردنی نیست، برای شما، برای هیچ کسی باور کردنی نیست. من میخواستم که قبل از اینکه من به قسمت نقد مطلب اصلی امروز برسم که خودم میخوام راجبش صحبت بکنم و در انتها از شما پرسش خواهم کرد، نظر شما راجب این موضوعی که خدمتتون عرض کردم چیست؟ در خصوص این میزان از خشونتی که جمهوری اسلامی داره در حق هموطنهای ما ابراز میکنه واقعا زبان قاصره. اصلا من خودم گاهن باورم نمیشه که بگم کسانی رو که من میشناختم در اون لباس این جنایت ها رو مرتکب شده باشن. یعنی به قدر این جنایت ها شنیعه. مگر میشه یک انسان بخواد هم نوع خودش رو به این شدت مورد ضرب و شتم قرار بده و اون رو دچار نقصان فیزیکی در بدن کنه؟ حالا وای به حال این که هموطن باشه، حالا وای به حال این که این هموطن بخواد بیاد درد اون نیروی سرکوبگر رو هم فریاد بزنه که ایران رو آزاد کنیم، ایران رو از چنگال یک رژیم دیکتاتوری در بیاریم، از لحاظ اقتصادی و سیاسی و بین المللی مترقیش کنیم، بعد اون طرف مقابلش بیاد این رو مورد آسیب قرار بده. تعدادی از این هموطنانمون هم که متأسفانه بیناییشون رو از دست دادن واقعا حتی در یک تجمع هم حضور نداشتن. ما ویدیوهایی رو دیدیم و اخباری رو شنیدیم که نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی وقتی در خیابان‌ها با موتورسیکلت در حال تردد بودن به صورت کور شلیک می‌کردن. یعنی اصلا هیچ اتفاقی نبود اون لحظه، همونطور که شما گفتید برای ایجاد ترس به صورت کور شلیک می‌کردن و این گلوله‌هایی که از اون سلاح‌ها شلیک می‌شد به چشم تعدادی از هموطنان ما متأسفانه اصابت کرد و باعث شد که اونها بینایی خودشون رو از دست بدن. اما جمهوری اسلامی اگر تصور میکنه با این کارها میتونه ترس در دل مردم ایجاد کنه اشتباه میکنه. شاید به طور موقت یک ترسی رو ایجاد کنه، اما ما همه میدونیم از لحاظ علم روانشناسی همین تایید شده است که مرحله پیش از خشم ترسه. یعنی ترس تا یک زمانی بازدارنده است، دیگه بعد از اون گذر میشه به سمت خشم کشیده میشه. من میخوام اینجا از تریبون شما استفاده کنم و این رو هم بگم، خشم با خشونت متفاوته. ما نیم روی رفتارهای مردم لیبل خشونت بزنیم، هنگ خشونت بزنیم. خشم یک حقه، خشم یک واکنش طبیعی انسانه. شما تصور کنید در خونه نشستید کنار خانواده، یک شخصی میاد متعرض به شما میشه، در و دیوار خونه رو میخواد پنجره هاشو بشکنه، به در و دیوار خونه آسیب میرسونه، یا حتی میخواد داخل بشه. خب طبیعیه که شما یک واکنشی به این تجاوز اون شخص نشون بدید. خب اگر نشون ندید، خب این میشه گفت یک نقص از لحاظ، یک اختلال از لحاظ روانشناسی. پس این کاری که مردم دارن انجام میدن که ما اصلا چیزی هم ندیدیم واقعا، خشمه، نه خشونت. خشونت اون چیزیه که جمهوری اسلامی داره به صورت عریان بر علیه هموطنان ما ابراز میکنه. خشونت هدفش نیستی و نابودیه، اما خشم یک سیستم دفاعیه که میخواد شما رو نگه داره، شو از شما محافظت کنه. بله، خیلی ممنون جناب کرمیزن. من این قسمت آخر رو که میخوام شخصا راجبش صحبت بکنم و از شما اظهار نظر آخر میکنم اگر خواستین، و شما رو وارد این قضیه نمی کنم به خاطر که شما در یک سمتی هستین که باید اون نوترالیتیتون رو، یعنی اون خونسا بودنتون رو در مورد مسائل سیاسی کنار بذاریم. یک نوتی رو من در صفحات گذاشتم و شاهزاده رو به صلاح صدا کردم، در این مورد گفتم که شاهزاده برای رفع سوء تفاهم و جلوگیری از بیراه بردن اتحاد و همصدایی در موضوع وکالت
قاطعانه شفاف سازی کنید. اینو خواهش میکنم نگه دارید. اینو من بخوام راجع به این موضوع این مطلب رو اشاره بکنم که شاهزاده چند روز پیش با تلویزیون من و تو یک مصاحبه ای داشتن و در اونجا اشاره کردن که اگر مردم به من وکالت بدن کاری که باید بکنه انجام میده. من الان قبل از اینکه این حدود قبل از اینکه برنامه شروع بشه نگاه کردم به یک همه پرسی که انجام شده بود، یعنی بله همه پرسی با exchange.org حدود 250 موضوع مال دو روزه 253,000 چیز کردن اینو تایید کردن که وکالت به شاهزاده داده بشه و از اون طرف در همین حدود کسایی نوشتن که نمیخوان وکالت بدن. اون اولی 253 تایی که مال دو روز گذشته است کسایی بودن که تایید میکنن وکالت به شاهزاده داده بشه و در همین حدود هم در یک نظرسنجی دیگه هم که ادامه داره، این حتما اینجا توقف نمیکنه، مسلما ادامه خواهد داد و این تعدادی هم گفتن که نه نمیخوام وکالت بدیم. نکته که من میخواستم اشاره بکنم، اول میخوام بگم نقد کردن کار درستیه، ایراد گرفتن کار بدیه. نقد برای سازندگی باید انجام بشه. این چیزی که من الان دارم خدمت شما و بینندگان میگم نقد هست برای سازندگی. من فکر میکنم جناب علی چند لحظه پیش اشاره کردین راجع به اتحاد مردم، درستی این هست. در اول ژانویه شاهزاده و 5-6 نفر از به قول خودش برگزیدگانی که هستند یک توییتی دادن برای اتحاد، برای عرشبت که در این سال انجام بشن، که البته تعدادی غایب بودن. ولی نکته اینجاست که یه همچین درخواستی که من از شاهزاده کردم اینو الان عده‌ای از به خصوص از نفوذی های جمهوری اسلامی در خارج کشور از این موضوع دارن استفاده میکنن، بین کسانی که موافق وکالت هستن و کسانی که مخالف وکالت هستن الان جنگ ایجاد کردن. در اونجا من اونجایی که اشاره کردم که شاهزاده خواهش میکنم که اینو قطعا و قاطعا ایجاد برای اینکه رفع موضوع بشه، یعنی رفع سوء استفاده بشه، بیان و بگن که منظورشون چی بوده. مطالبی که شاهزاده در این مطالب گفتن در حقیقت همون تکرار پیمان نوین بود که حدود 3 سال پیش گفتن و در اونجا هم در همین مواضع اشاره کردن. در حقیقت اینجا الان نشون میده که 255 تا، من 253 تا گفتن، از اون زمان تا الان حدود 20,000 تا بهش اضافه شده و امیدوارم که این بالاتر بره و حتما هم بالاتر رفت. ولی آیا این در برگیرنده تمام مردم ایران خواهد بود یا نه؟ این ما نمیخوایم انشقاق داشته باشیم، نمیخوایم اختلاف ایجاد بشه. ما همونطور که شما اشاره کردین ما یک یونیتی میخوام، اتحاد میخوام و این اتحاد نیاز به وجود افرادی مثل شاهزاده هست که بدون شاهزاده مسلما اون اتحادی که ما در نظر داریم اتفاق نخواهد افتاد. ولی در این حال ما نیاز به تمام برگزیده های اپوزیسیون و کسانی که نمایندگی اقلیت ها رو دارن، اقلیت های مذهبی رو دارن، اقلیت های قومی رو دارن، ما نیاز به اونها داریم و کسانی که الان در زندان ها هستن، کسانی که فعالیت های بسیار زیادی رو در این 30-40 سال گذروندن دارن. بنابراین آمدن شاهزاده و مشخص کردن اون صحبت هایی که کردن که من وکالت میخوام، تصور کنیم الان این وکالت 255,000 تایی مثلا بشه 2,000,000، ما داریم راجع به 85,000,000 داریم صحبت میکنیم. بنابراین ایجاد یک اتحاد ایجاد کردن بسیار بسیار در موقعی که ما الان درش هستیم بسیار تاریخیه و از شاهزاده میخوایم که این
موضوع رو کلریفای بکنن. امروز من شنیدم که آقای هالو که مورد نظر همه شناخت ما هست در لندن از یک عده از این اوباش ها بهش حمله کردند و ایشون رو ضرب و شتم کردند و غیره به خاطر اینکه ایشون مخالف این مخالف وکالت بوده. خب این درست نیست و ما در حقیقت این کاری است که امکان داره جمهوری اسلامی داره انجام میده. ما وقتمون جناب کرمی زند وقتمون تموم شد، فرصت نیست. بنابراین سپاسگزارم که به ما فرصت دادین اومدین. باز هم امیدوارم که در شرایط دیگه‌ای که نیاز هست که از وجود شما استفاده بکنیم باز هم تشریف بیارین و با هم به هموطنان ما صحبت بکنیم. سپاسگزارم. ممنونم از شما جناب جم، تشکر میکنم از دعوتتون و تشکر میکنم از عوامل فنی تلویزیونتون. سپاسگزارم از شما. پیروز باشید.